کراسوخا یک سامانه جنگ الکترونیک پیشرفته و یکی از مهمترین سیستم های تدافعی ارتش روسیه است که برای مقابله با تهدیدات مختلف در عرصه الکترومغناطیسی طراحی شده است این سامانه با توانایی مختل کردن رادارها، تجهیزات شناسایی و ماهواره ها نقش حیاتی در دفاع و پوشش نیروهای نظامی ایفا می کراسوخا نام یک خانواده از سیستم های جنگ الکترونیک است که شامل چندین مدل می شود از جمله کراسوخای دو و کراسوخای چهار این سامانه ها برای مختل کردن عملکرد تجهیزات الکترونیکی دشمن طراحی شده اند به ویژه در برابر سامانه های راداری و شناسایی هوایی یکی از ویژگی های کلیدی کراسوخا توانایی ایجاد تداخل الکترونیکی در پهبادها، هواپیماهای جنگی و محواره های شناسایی است. این سیستم ها با ارسال امواج الکترومغناطیسی قوی می توانند سیگنال های دریافتی و ارسالی دشمن را دچار اختلال کنند و از شناسایی موقعیت دقیق نیروها و تجهیزات جلوگیری نمایند. وظیفه اصلی کراسوخا محافظت از نیروهای زمینی و تجهیزات مهم نظامی در برابر تهدیدات شناسایی الکترونیکی است این سیستم به ویژه در مواردی کاربرد دارد که به تک تک آنها میپردازیم شماره یک مقابله با رادارها کراسوخا می تواند عملکرد رادارهای دشمن را مختل کند و توانایی آنها در شناسایی هواپیماها موشک ها و سایر اهداف را کاهش دهد با این قابلیت دشمن نمیتواند به خوبی موقعیت ها را ردیابی کند و دقت حملاتش کاهش می شماره دو جنگ با پهبات ها پهبات ها در عملیات های شناسایی و حملات دقیق نقش مهمی ایفا می کنند که با تداخل در سیگنال های کنترل و ارتباط پهبات ها می تواند آنها را دچار سردرگمی کند یا حتی ارتباط آنها را به طور کامل قطع کند شما شماره سه اختلال در ماهواره های شناسایی بسیاری از کشورها از ماهواره های جاسوسی برای شناسایی و نظارت بر فعالیت های نظامی دشمنان استفاده می کنند که راسخا می تواند با ارسال سیگنال های الکترومغناطیسی به سوی ماهواره ها عمل کرده آنها را مختل کند و توانایی آنها در ارسال داده های دقیق را کاهش دهد و در آخر شماره چهار محافظت از زیر ها علاوه بر تجهیزات نظامی کراسوخا می تواند زیرساخت های حیاتی مانند پایگاه های هوایی مراکز فرماندهی و حتی مناطق حساس غیر نظامی را از حملات شناسایی الکترونیکی دشمن محافظت کند و اما بریم سراغ ساختار و عملکرد کراسوخا کراسوخا معمولا بر روی کامیون های نظامی نصب می شود تا قابلیت تحرک بالایی داشته باشد و بتواند به سرعت در مناطق مختلف مستقر شود این سیستم از آنتن های بزرگ و تجهیزات پیشرفته برای ارسال امواج الکترومغناطیسی استفاده می کند عملکرد آن به این صورت است که با شناسایی سیگنال های راداری یا الکترونیکی دشمن امواج مختل کننده ارسال می کند که باعث از کار افتادن یا کاهش دقت این تجهیزات می شود. هرچند که جزئیات دقیق عملکرد کراسوخا به دلیل ماهیت سری آن به طور کامل فاش نشده است اما اطلاعات عمومی نشان میدهد که این سامانه با استفاده از فرکانس های بالا و توان خروجی زیاد قادر به ایجاد اختلال در محدوده های وسیعی است برد عملیاتی آن بسته به مدل های مختلف بین 150 تا 300 کیلومتر تخمین زده شده است اگر بخوایم به توسعه و تاریخچه کراسوخا بپردازیم باید گفت توسعه کراسوخا به دهه 1990 باز میگردد زمانی که روسیه نیازمند سامانه های جنگ الکترونیک مدرن برای مقابله با تهدیدات جدید در عرضه الکترومغناطیسی بود اولین مدل های این سامانه به مرور در اوایل دهه 2000 وارد خدمت شدند و به تدریج نسخه های از آن معرفی شد کراسوخای دو به عنوان یکی از اول اولین مدل های این سامانه طراحی شده است تا در برابر رادارهای دوربرد هوایی دشمن مقابله کند این مدل به ویژه در برابر رادارهای شناسایی هوایی که برای کنترل فضای هوایی استفاده می شوند مؤثر است کراسوخای چهار یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین مدل های این سامانه است که توانایی آن نسبت به مدل های قبلی بهبود یافته است این مدل علاوه بر توانایی اختلال در رادارها می با سیستم های ماهواره و پهبادی نیز مقابله کند برد و توانایی پوشش دهی وسیعتر این نسخه باعث شده است که در جنگ های مدرن نقش مهمتری ایفا کند اگر بخوایم به بخش مهم کاربردهای عملیاتی اشاره بکنیم سامانه کراسوخا چندین عملیات نظامی اخیر به کار گرفته شده است و گزارش های مبنا بر استفاده آن در درگیری های مختلف مانند جنگ سوریه منتشر شده است در این جنگ کراسوخا با ایجاد اختلال در رادارها و پهبادهای شناسایی نقش مهمی در دفاع از نیروهای روسیه و سوری داشته است ایران در سالهای اخیر در حوزه جنگ الکترونیک پیشرفت‌های چشمگیری داشته و توانسته سامانه‌هایی را توسعه دهد که به طور مشابه مثل سامانه روسیه کراسوخا عمل می‌کنند. جنگ الکترونیک یکی از حوزه‌های کلیدی در دفاع مدرن است که به ایران امکان می‌دهد با تهدیدات مختلف از جمله پهبادها، هواپیماهای شناسایی و سیستم های راداری مقابله کند. ایران سامانه های جنگ الکترونیکی بومی متعددی را معرفی کرده است که برخی از آنها های شبیه به سامانه کراسوخا دارند. این سامانه ها با هدف اختلال در سیستم های ارتباطی، راداری و حتی ماهواره‌های دشمن طراحی شده از مهمترین دست ها های ایران در این حوزه می توان سامانه ساحل را نام برد. این سامانه جنگ الکترونیک توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران طراحی و تولید شده است. سامانه ساحل برای مقابله با تهدیدات هوایی مانند پهبادها و هواپیماهای شناسایی طراحی شده و میتواند تواند سیگنال های راداری و ارتباطی دشمن را مختل کند. اگرچه جزئیات فنی کاملی از این سامانه منتشر نشده اما گزارش ها حاکی از توانایی آن در ایجاد اختلال و کور کردن سامانه های راداری دشمن است. با وجود پیشرفت های قابل توجه سامانه های جنگ الکترونیکی ایران نیز با چالش های مواجه هستند یکی از این چالش ها نیاز به توسعه و بهبود مداوم برای مقابله با تهدیدات پیشرفت تر است همچنین سامانه های دشمن نیز به طور مداوم در حال پیشرفت هستند و این نیاز به ارتقای مستمر سیستم های ایرانی را بیشتر می کند از نقاط قوت کراسوخا می توان به برد عملیاتی بالا توانایی مقابله با گروه گستر از تهدیدات الکترونیکی و قابلیت تحرک بالای آن اشاره کرد این سامان همچنین می تواند به طور همزمان با چندین هدف مختلف مقابله کند و تجهیزات شناسایی دشمن را در مناطق وسیعی مختل کند اما این سامان نیز بدون نقص نیست. یکی از چالش های مهم در استفاده از کراسوخا نیاز به هماهنگی دقیق با سایر تجهیزات جنگی و های دفاعی است. همچنین سیستم های ضد جنگ الکترونیک پیشرفته ممکن است بتوانند در مقابل اختلالات ایجاد شده توسط ها مقاومت کنند. ایران با تکیه بر های بومی خود در زمینه جنگ الکترونیک، سامانه‌های مشابه با سامانه روسی کراسوخا را توسعه داده است. این سامانه ها با هدف ایجاد اختلال در رادارها پهبادها و سیستم های ارتباطی دشمن طراحی شده اند و نقش مهمی در دفاع از کشور را ایفا می کنند های ایران در عملیات های مختلف نشان دهنده کارایی و توانمندی این سیستم هاست هرچند که همچنان نیاز به توسعه و بهبود مداوم دارند تا با تهدیدات پیشرفت تر مقابله کنند هم از بررسی سامانه نظامی جنگ الکترونیک کراستوخا از تماشای این ویدیو لذت برده باشید